با درود بر شما هم گرامی مشیری هستم در خدمت شما برنامه سرزمین جابیر رو اجرا می کنم امروز دوشنبه است برابر با یازدهم ماه می در روزهای دوشنبه همونطور که مطلع هستید یک ساعت و نیم خدمتتون هستم روزهای چهارشنبه یک ساعت و جمعه شب ها هم یک ساعت و نیم بعضی دوستان ساعت برنامه رو میپرسن مجبور هستم بعضی اوقات تکرار رو. باری در روزهای دوشنبه میپردازیم به بحث تاریخی و در واقع مسائل مهم اجازه فرمایید که یک سرود از زرتشت بزرگ پیامبر ایرانی برای شما بخوانم میفرماید پروردگارا مرد نیکندیش و پارسایی که روانش با راستی همگام است تنها به تو می اندیشد و کردار نیک خود را به تو نیاز می کند ای اهورامزدا مزدا بشود که نیایش کنان و سرود ستایش گویان به تو نزدیک شویم در واقع پیش داوری زرتشت بزرگ در باب انسان این بوده است که انسان دارای فطرت نیک است فطرت نیک است بنابراین می فهمد که پندار نیک و کردار نیک و گفتار نیک یعنی چه نمی گوید فی قلوبهم مرزان فزاده هم, فزاد هم الله مرزان لهم عذاب عظیم مثلا یا علیم یعنی در قلب این آدما این یهودی ها, ها مرضی هست و خداوند این مرض رو روز به روز داره زیاد میکنه و عذاب علیم منتظرشونه عذاب علیم چه شمشیر و چاقو بریزن سر یهودی ها خب یکی نیست بپرس آقا این چه منطقی است اگر که در قلب اینها مرض هست و خدا این کار کرده و, و روز به روزم داره این مرض رو زیاد میکنه پس تقصیر یهودی بیچاره چیست در این مقالطات اگه بنده باشم و این کتاب رو به برسانم تمام این مقالطات رو و این تضادها رو ارز کنم به وضوح برای شما آشکار خواهم کرد از بس مال کشی شد در این 1400 سال خفه شدیم حاصلش هم ملاحظه میفرم حالا یکی کسی میگوید عاشق مرتزا این کافر بیدین خدا نشناس باز آمد آقا ما نه کافریم نه بیدینیم نه دینستیزیم ما اسیریم اسیر کشور ما به اسارت در آمده است کشور ما اشغال شده است با این داستان دین و اصحاب دین چیزی برای ما باقی نمونده در شادی و نشاد بسته شده در زندگی بسته شده در اختیار بسته شده در تفکر و بیان بسته شده چیزی باقی نمونده شکست بالتر از من میان مرغان نیست دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است الحمدلله رب العالمین که ما حسین رو داریم حسین رو داریم از رو داریم عباس رو داریم اینها برای ما کافی است مملکت میخوام چه بکنیم آقا شادی و نشاط یعنی چه موسیقی و هنر به چه معنی است آقا تاریخ مملکت اصلا به چه درد میخوره تاریخ کفار تا این آخوندها بازنشت بازنشسته نشوند و راجع نشمن باز به شغل قبلیشون شغل اینها از قبر به بعده شغل همه آخوندو از قبر به بعده با زندگی کاری ندارن اینها اما برای خودشان چرا؟ شما آخوند زاهد پیدا نمی یکی از عوام گفته است دست ملاق اگر به قاب رسد یعنی قاب پلو میکند تا به سطح آب رسد پرخور شکمخاره شکمباره نادان جاهل که روزی نیست که یک نمایشی از جهل و شقاوت و عرض کنم فساد از خودش بروز نده باری خدا هم پدیده ای است که هر کسی خودش بایستی در زندگی روزمره تجربه بکند این امر شخصی است خدا را از زبان آخوند نمیشه شناخت خدا را از کشیش و ربای و اینا نمیشه شناخت هر کسی بایستی خدای خودش رو پیدا بکند هر کسی از زن خود شد یار من خب برویم سراغ حافظ بزرگ و یه قذل کوتاه اما بسی پرمایه میفرماید دی پیر می فروش که ذکرش به خیر باد گفتا شراب نوش و غم دل ببر زیاد گفتم به باد میدهدم باد نام و نن گفتا قبول کن سخن و هرچه باد سود و زیان و مایه چه خواهد شدن چه خواهد شدن ز دست از بحر این معامله غمگین مباش و شاد میگه سود و زیان و سرمایه و اینها از دست تو میره آقا تو اینجا جای موقتی هستی مالک چیزی نیستی در واقع اینا همه رفتنی هستن بنابراین نه قمگین شو برای این داستان نه شاد باش بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ یعنی همین که نام بردن در معرضی که تخت سلیمان ربط به با حافظ گرد زپند حکیمان ملالت هست کوتاه کنیم قصه که عمرت دراز باد به دست بودن یعنی هیچی نداشتن خاجی میگوید همه را کار شراب است و مرا کار فریب همه را باده به دست است و مرا باد به دست این اصطلاح منصوب شده است استاد توسی هم میفرماید به پیری که خم گیردت یال و پشت به جز باد چیزی نداری به مشت بله خب امروز عرض کنم که ما می رویم به بحث بعض پیغمبران عصر جدید کسانی که در واقع بشر رو به روشنی رسانیدند و از جهالت تاریخی نجات دادند دوستان داد. امروز در باب گالیله میخوام صحبت کنیم گالیله و گالیله ای به قول ایتالیایی ها گالیله پدر فیزیک جدید پدر دانش جدید هست بله و در تاریخ روشنفکری گالیله و گالیلهی یک نقطه عطف هست برای بیرون رفتن از جهالت و این تلسکوپ ساخت گالیله است خودش عدسی ساخت و دوربین ساخت و جهالت گذشتگان را با این دستگاه که همون دستگاه اصل متعلق به شخص گالیله است ساخت و جالب است که اولین, اولین دوربینی که ساخت قدرتش سه بود یعنی اجسام رو سه برابر نشون میداد دومین هشت بود و سرانجام قدرت تلسکوپ گالیله و گالیلهی به سی رسید یعنی اجرام رو اجرام سی برابر بزرگتر نشون میداد و توانست ماه های جوپیتر رو کشف بکند چهار ماه کشف کرد باری در باب این تشکیلات رو از کنم که آسمان و موضوع از کنم نجوم و اینها قدما بسیار اندیشیده بودن هندی ها، چینی ها، ایرانی ها یونانی ها به خصوص یونانی ها به خصوص وقتی که انسان به این کره خاکی آمد به اطرافش نگاه کرد عجیبترین و شگفتانگیزترین پدیده ها این اجرام منور سماوی بود که اینا چه هستن؟ از کجا آمدن؟ چگونه تشکیل شده است این فضا و این خورشید و این ماه که همسایگان ما هستن فکر او به این مشغول بود حافظ میگوید چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست امروز بچه های ده, ده ساله پنج ساله هم تا 99 درصد این معما رو میدانند و بدون آگاه هستند اما قدما خب چیزی نمیدانستن علمی نبود چیزی نبود یونانیان در این باب بسیار کار کردن مشغول عدسی تراشی مرد. ساختن عدسی کار خیلی مهمی است و در واقع ساختن دوربین یکی از کارهای خیلی مهم بوده است در علم ستاره شناسی و امروز همچنین هست عدسی های عظیم که البته امروز ما رادیو تلسکوپ داریم که با امواج کار می کند یعنی امواج میره برمیگرده و نه با نور کار بکند انواع اقسام تلسکوپ هست اما هنوز تلسکوپ که با عدسی کار میکنن هست یکی از بزرگترین ها همین پالومار هست اینجا رصدخانه پالومار در کالیفرنیا و جاهای دیگر در تمام جهان منجمین مشغول هستند به مطالعه آسمان ها این که جهان چگونه به وجود آمد هر کس سخنی میگفت ما تاریخ علم و فلسفه رو در یونان به دو دوره میتوانیم تقسیم کنیم فیلسوفان پیش از ارسطو و فیلسوفان بعد از ارسطو فیلسوفان پیش از ارسطو یک سره علمی فکر میکردن یعنی هیچ گونه دخالتی از ما بعد و طبیعه و اینها اساسا راهی نداشت آدمایی مثل تالس هنیگزمن و دموکریتوس و غیره اینها بنیان گذاران معرفت هستند هر کسی چیزی میگفت در باب پیداش خلقت یکی میگفت همش آب یکی میگفت گاز بعد رسید به موضوع چهار عنصر آب و باد و خاک و آتش و از این جور داستان ها و اینکه ترتیب این ستارگان چگونه است ما یوست رو داریم تالمی این تالمی یا یوز آمد و در واقع یک سیستم نجومی پیشنهاد کرد به صورت پیاز لایه لایه در مرکز زمین و همه جهان هستی در گرد زمین میچرخد تا آسمان هفتم آسمان هشتم دیگه ثوابت هستند اونا دیگه حرکتی ندارند. و برابر این در واقع دستگاه نجومی که این از کنم اجرام روی این همین مثل پوست پیاز میچرخند به صورت یک دایره کامل هست چرا به جهت اینکه دایره کاملترین شکل هندسی می دانستن. خب خورشید جاش کجاست چرخ چهارم در چرخ چهارم هست و عرض می میکنم به ترتیب این ستارگان روی این چرخ ها هستند تا برسیم به آسمان هفتم بله آسمان هفتم در شاهنامه فردوسی هم در باب این چرخ چهارم سخن بسیار گفته است چرخ چهارم یعنی جایگاهی که خورشید هست و این نظریه قالب بوده است در تمام دوره های کنم که, که, مربوط به عرسو هست و یعنی فیلسوفان از عرسو به بعد عرسو هم چیزهای عجیب و غریب بسیار گفت در باب خدا نظر داد در باب همه چیز نظر میداد عمدتا نظراتش غلط بود اما اهمیت ارسو که قافل سالار معرفت هست این بود که افکار رو به سوی علم راهبر میشد، نه حقایقی که آشکار می ساخت. البته بسیاری از عقایدش هنوز بریاست نظرش در باب تراژدی در باب ادبیات اینها برجاست اما بعد از او همه سخنانی که عرسو گفته بود رو قبول کرده بودن علما تا اونجا که به نجوم مربوط می شود همین نظریه ارز کنم که وطلم یوسی حاکم بود دیگه مشکل هم از قوم قول خودشون حل شده بود دیگه مشکلی دیگه نبود چون گفته بودن که وطلم یوس حل کرده و خورشیدم در چرخ چهارم به دور زمین میچرخه و سایر اجرام هم به همین ترتیب و از کنم که تامیان جلو ادیان چه گفتن؟ ادیان گفتن که خداوند تبارک و تعالی هر سبت که این هم از تورات آمده این در کیهان شناخت تورات هست که خداوند گفت نور باشد نور شد و گفت خوب است یعنی خدا نمیدونست که نور چه پدیده پیش از اینکه خلق بکنه نمیدونست چی داره خلق میکنه اینا همه مغلطه است اینا همه در کتاب مقالطات حضور خواهد داشت انشاءالله تعالی بعد از کنم شش روز ستت ایام خداوند دنیا رو خلق کرد روز هفته هم دیگه بازواش خسته شده بود و اینا گرفت خوابید اگه دقت کنید ارز کنم که یهودیان روز شنبه کار نمیکنن، چون خدا داره استراحت میکنه بنابراین پیروان او هم روز شنبه باید استراحت بکنن این از اونجا آمده و داستان انسان هم که شما خوب میدانید که بهش بود و چه بود و بعد از که آدم و هوا و داستانهایی که واقعا کنار تخت خواب بچه های پنج سال هم بگین شروع میکنن خندیدن از فرد مقالطه و تضاد و حرف های بچگانه و اینها و بالاخره از اون میوه ممنوعه به اقوای در واقع هوا خوردن و چون خوردن هر دو مردود شدن و با اردنگ از بهش بیرون آمدن کجا آمدن؟ تبعیدگاه این جهان خاکی این خاکدان بی ارزش از عرض کنم که محل طبیعی مسیحیت می گفت است که هر چه کثیف باشیم خوبه اینجا طبیعی هرچی حمام نریم و شپش از سر کلون اون خوبه چون که ارزش نداره که آدم آبادش هم بکنه این خاکدانه و ما باید برگردیم بله اسلام هم همین را میگوید چون اسلام هیچ چیز جدید و اصیل ندارد چرا؟ از کنم که حجوم یعنی جهاد گرفتن مال دیگران و زکات این دو ابداع و اختراع اسلام ماشاءالله الحمدلله رب العالمین و همین دلیل هم امروز میگن صد و بیست و اندی گروه تروریستی در جهان هست همه الحمدلله برادران مسلمان خودمون هستن گم میذارن تو بازار تو مدرسه حالیشون نیست یعنی در واقع جان انسانو شرافتشو کرامتشو ارز کنم که عظمت انسان اینها براشون هیچی نیست حالا بگم به بذاریم کفار رو بکشیم حالا چهار نفر دیگه هم بکار میشه دفتن به بهشت در سر دنیا الان اسم محمد قاچاقه تو فرودگاه تا محمد باید کنار دیوار حالا یه چیزم بگویم که خالی از لطفی نیست و آن این که یه دوست بسیار بسیار محترم یهودی من دارم که یک شب نشسته بودیم من به چهره ایشون نگاه کردم دیدم جای زخم هست و اینا گفتیم فلانی اینا چه چیزیست گفت ما بچه که بودیم در همدان از مدرسه که بیرون می آمدیم بچه مسلمان ها قایم شده بودن پشت دیوار با چوب و زنجیر اینا ما رو می زدن چون یهودی بودیم ما هم با این کیف من دور سرمون می که از ضربات عرض کنم که ابناء عمار یاسر در امان باشیم اما این زخم ها یادگار اون روزگار است دوست دیگری می گفت ما از اطراف همدان هستیم من بچه بودم پدر من بسیار به قنات آب بیارم به تو برف و سرما یا گرما میرفتیم به قنات همچنین که میرسیدم دم خونه چهار تا بچه مسلمون یه چند کیلو خاک میریختن تو این آب من که با می میوردم دوباره باسی بر میگشتم اینا اما اسم اسلامی داشت این دوست اول ما حالا خنده آورد اینه که تو فرودگاه ها تا نگاه به اسم ما میکنن میگن به کنار دیوار حالا سه نشون هم هفتاد بالاست با حالا من چگونه بیام به اینا توضیح بدم که آقا قصه من چی هست داستان من چی هست باری از کنم که هیچ چیز اصیل درش نیست یه که از اینجا میگیریم یه که از اینجا به هم و بعد بزرگ شمشیر حقنه کردن به ملت باری او هم پیرو همین تز و تئوری هست یعنی همین شش روز رو به سراحت آورده است و اینها اینو به اینها میگویند کرeaشنس رeaشنست یعنی کسانی که معتقدند جهان هستی خداوند خلق کرده خلق کرده اوoلوشنیست یعنی کسانی که معتقد هستند به تکامل و روند قدم به قدم جهان هستی از پیدایش که بیگ بنگ بوده است انفجار عظیم سبب تولید جهان هستی شده است که اون هم داستانش خیلی خیلی مفصل و جذاب و جالب هست و چند جلسه هم شاید در باب اون صحبت کنیم بسیار بسیار جالب است ما مجبور هستیم این مطالب علمی رو بدانیم اینها دیگه از غذای روزمره است اینا چیزهای عجیب غریب نیست مثل بیگ بنگ عرض ارز کنم که نظریات این فیزیکتان و فیزیکتان اینها بمانند در قرون 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 بستا کتاب علم انجیل بود هر حرف میذاری که آقا مقایر انجیل بود روبروی کلیسا آتش یا در چاه میانداختن جمعا نزدیک به 6500 دانشمند رو این آخونده های مسیحی گردن کلو بین اینها امروز هم کلاهبرداران خیلی خیلی بزرگ هست در این تلویزیون هم میشه سر کله اینها رو دید ارز کنم که شاید اندکی از آخوندهای اسلامی هم بدتر هم باشن باشن که بهتر نیستن اینا هر چیزی که مقاید بود با تعلیمات اینا محاکمه میکردن و تکفیر میکردن و میکشتن خیلی راحت خندهدار این است که اون گروهی هم که متفکر بودند ارز شود که در این دانشگاه های اروپا و اینها به ارستو عللاطلاق میگفتند فیلسوف میگفتند فیلسوف چنین گفته مرد حسابی تو چه چیزی داری در مقابل فیلسوف بگویی یعنی عرستو ضمن خدمتی که انجام داد نادانسته چند دو زار سال علم بشریت عقب افتاد به خاطر اینکه در واقع پیروان ارستو مثل امام مثل امام شده بود دلی. حالی چیز خنددار بگم خدمتتون که ما این سفری که داشتیم بر شمال کالیفرنیا اونجا یه چند نفر از هموطنان هستن خیلی خیلی مبتدیان. در کار شاهنامه چند دوستی هم من بین اینها دارم جمع میشن شاهنامه خانی میکنن بعد دوست من آقای رسکار نژاد زنگ میزنیم یه که اینها که آقا پرانی اینجاست و در واقع من میخوام دعوت کنم گفته است چه حقی داشته است که ایشون بیاید فرمایشات آقای خالقی رو نق کند ما پیرو او هستیم که حالا بیا شاید چیز جدید یاد گرفتی گفتم یه میگفتی حقش از قانون آمریکا میاد حق آزادی شما که در عقل رو بستی خب همینه دیگه داستان امام همینه داستان صفاحت دیگه داستان بستن راه عقل این داستان عرصو هم همچی چیزی رو سبب شده بود در واقع حالا خودش که بیچاره مرده بود اما عرستو بود دیگه در واقع سخن او سخن پایانی بود در باب هر چی گفته بود اون بود مثلا در باب خدا میگوید که بی حرکتی که حرکت ایجاد میکند که اصلا این مخالف علمه چگونه میتواند یک بی حرکتی حرکت ایجاد کنه اگه بنده بخوام این کتاب رو از روی این میز حرکت بدهم دست من باید متحرک باشه تا این داستان زیاد هست باری بنابراین عرصو رو داریم تا اون جایی هم که به نجوم مربوط هست وقتلم یوز رو داریم و تور انجیل رو داریم انجیل در تمام این دوره ها هیچ چیز جدید از قرن چهارم از اون از آن روزگاری که امپراتوری روم مسیحی شدن در معرفت بسته شد داستان مشهور فرار فیلسوفان که هشت یا نه نفر بودند به دربار انوشیروان در شاهنامه منعکس است با فلسفه دشمنی کردند در قرون وسطا و اینها هیچ چیز جدیدی کشف نشد خب اگر که سپر عزیزم یک موسیقی ایرانی برای ما پخش بکند بر میگردیم بقیه داستان رو میگوییم تا برسیم به کوپرنیک کپلر و گالیله و گالیلهی تا چند دقیقه دیگر کتاب نقدی بر چاپهای انتقادی شاهنامه و تصحیحی جدید از داستان رستم و سفرا پژوهشی از بهرام مشیری به انزمام شش دی قرائت و شرح این داستان جهت سفارش با تلفن 818 345 0607 تماس حاصل فرمایید انتشارات سرزمین جاوید ارز کنم که این شش سی دی که در این آگهی هست صدای بنده است که داستان رستم و رو, رو خواندم و در باب صحبت کردم بعض هموطنان میگویند که ما یک لغتی بیتی را از دست میدهیم برمیگردیم باید برگردیم ابتدای سی دی خب و این در واقع بایستی ریواین بکنیم به قول معروف نزنیم بک مثل نوار و هر چیزی دیگر چون به مزی بزنیم بک برمیگرده به اول در زم سپاس گذاری میکنم از هموطنانی که از کنم توجه کردن و استقبال کردن از کتاب و یک چهار سیلی هم هست که حاوی اشعار بهار هست سعدی حافظ و خیام از شما بسیار ممنونم و در واقع ما بایستی از این کار برهیم یعنی از, از داستان این کتاب و بپردازیم به در واقع جمعوری یادداشت ها در زمینه مغالطات در باب شاهنامه پژوهی خب کار بسیار شده است معمولا رساله های خیلی کوچکی هستن بعض این رساله ها مهم هستن به نظر من مهمترین اینا کاری است که نلکه کرده و بعد از او محمود خان شیرانی که هندی بود و بسیار چیزهای کوچک کوچک اما کلیت و جامعیتی این در واقع کارها به گمان مخلص نداشته است اما در این کتاب بنده سعی کردم که کلیت بیشتری به موضوع نقد بدهم و در زبان پارسی هم تا به امروز اینکه شما تاریخ نقد رو بررسی کنید و شیوهای نقد رو معرفی کنید و در واقع زبان فنیش رو معرفی بکنید و بزرگان قوم رو نام ببرید و در واقع دوره های مختلف این کار رو انجام برسانید نبوده است نبوده است همچنان که در باب هیروشیما و بمباران هیروشیما هم کتابی نبود چند تا اونجا که بنده دیدم در ایران بودم چند مقاله پراکنده بیشتر نبود این هست که از شما سپاس گذارم شما هم می توانید به اون تلفنی که اعلام شد زنگ بزنید برای سفارش هم به همین تلفن 970 293 و همونطور که قبلا هم ارز کردم ما به دو گونه این کتاب رو چاپ کردیم یکی همین که ملازم میفرمایید سعی کردیم به بهترین وجه این کتاب چاپ بشود که در شعن در واقع در حد تا اونجا که در توان هست نام استاد توس باشد یک تعداد کمی هم به طور زرین چاپ شده است که دیالای یک غلافی است که اونها رو در واقع برای کمک های ویژه به سرزمین جاوید چاپ رسیده است و چیز زیادی هم بر جایی نمانده مدود تعدادی بیشتر بر جایی نیست باری اجازه بفرمایید که من از دوست عزیزم و دوست فاضل بزرگوارم آقای حسین مهری یاد کنم اه, کتاب 120 روایت حقیقتا شما هر مقالی رو که بخوانید حتما یک مطلب جدید خواهید دید و اه, اه, بعضی مقالات ترجمه هست اینا کارهایی است که آقای مهری در دو سالهای متمادی انجام داده و دوستان در یک جا جمع کردن و کتاب 120 روایت گردشی در افقهای سیاست و اندیشه برای تهیه این کتاب می توانید شما با خود جناب مهری صحبت کنید 310 ۲۷ ۳۱۰ ۲۷ ۱۹۶۹ کتاب دیگری هم از ایشان به چاپ رسید تقریبا همزمان به نام صد مقاله که اونم کتاب پرمایه است <صح> 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 کتاب ها رو باز خون در اینترنت و اینها هست اطلاعات اما اطلاع، اطلاعات درست در کتاب هست انسان اونس میگیره با کتاب هر موقع بخواد هر صفحه رو یادداشت برداری میکنه نگاه میکنه اطلاعات اینترنتی به قول اینجا یا فرگمنتوری هستی که پاره اینجا و اونجا از روی اینترنت نمی شود ارز کنم که عالم شد از این بگذاریم و اگر سر موضوع سخن باری میرسیم ما به روزگار قرون وستا و آخوندبازی در تمام اروپا خفه کرده بودن این آخوندها همین بلایی که بر امروز به روز ما آوردن در این, در این مملکت که در واقع سیاهترین دوران تاریخ ایران زمین بزرگ و عزیز و در واقع بزرگوار ماست در اروپا حاکم بود در جهل مطلق و جهل سیاه فرو رفته بودند هیچ چیز به وجود نیامد حتی ادبیات هم درش بسته شد و ما دو اثر ارجمند فقط داریم در تمام این دوره یکی از کنم کمدی الهی دانته است یکی السید دیگه چیز قابل توجهی در این چند قرن حتی در ادبیات هم به وجود نیامد تا اینکه میرسیم به, به رنسانس یا رنسانس به قول ما که دوران بازگشت هست و دوران در واقع باروری هست در فرهنگ اروپا و از قرن 16 علما پیدا شدند و اشراف اروپا بیشتر اینها رو پشتیبانی میکرد تا اونجایی که به موضوع سخن ما مربوط هست یعنی ماجرای عرض که کیهان و کیهان شناخت و اینها اینها بسیار عقب بودند یعنی چیزایی که خوانده بودند در قدیم همین سخنان عرستو بود و حرفای بطلمیوس بوده اینها و هرگز شخصیتی مثل ابو ریحان بیرونی بروز و ظهور نکرده بود اینا آمدن با این آثار آشنا شدن و ترجمه ها کردند از طریق اسپانیا که در اونجا این کتاب ها بود آثار ابن سینا بود آثار رازی بود عرض کنم ابو معشر و به خصوص از کنم که ابو ریحان که حقیقتا انسان شگفتانگیزی انگیزی بوده است محقق بزرگی بوده است چون مشهور است ما ایرانی ها طاقت و تحمل درد تحقیق رو نداریم این بزرگوار تحمل رنج تحقیق رو داشته است. چون تحقیق بسیار مشکل هست ابو در اشتای مختلف سخنانی گفته است در کتاب التفهیم که انسان امروزین هم حیرت می کند از درک نجومی این مرد واقعا یک جا میگوید شما به این کوههای بلند نگاه میکنید و گمان میکنید پستی و بلندی زمین خیلی است چون این نیست نسبت به حجم زمین یه پستی و بلندی ها از پستی و بلندی تورنج بیشتر نیست یعنی پرتغال پرتغال امروزی تورنج من نمیدونم چرا تورنج راه رها کردیم چسبیدیم به این پرتغال واری ویرونی یا در چاه آرتزیان مثلا یا یعنی این تیک پاره هاست یاد من میاد گفتن معجزه است ببینه آب با فشار داری میره به آسمان میگوید این عوام نمیدانند که این منبع آب در سرازیری قرار گرفته و نقطه بلند آب اینجاست وقتی ما چهار اینجا حرف میکنیم این با فشار میاد بالا تا برسد به حد سطح بالایی این قانون ظروف مرتبطه دانشمندان اروپایی است که بعد از چندین قرار از بیرونی گفتن باری اینها در باب این داستان هم همون بطلمیوس بر سر جاش مانده بود تا کوپرنیک پیدا شد لطفا تصویر کوپرنیک رو نشان بدهیم یکی از پیامبران عصر جدید هست کوپرنیک و کوپرنیک آمد گفت آقا بله کوپرنیک آمد و گفت آقا این داستان که ارز کنم خورشید به دور زمین میچرخد این غلط است و این خطاست و دستگاه منظومه شمسی هلیو سنتر هست نه جیو سنتر جیو یعنی زمین هلیو یعنی خورشید بله ببینید این خورشید هست، این این سیستم جدید کوپرنیک خورشید و این اجرام بر اطراف او بر روی یک دایره میچرخند بر روی یک دایره میچرخند. و همزمان بعد از کوپرنیک ما کپلر رو داریم و گالیله که همزمان بودند اینا دو تا نابغه بزرگ بودند کپلر یکی از درخشان ترین چهره های علم هست و نبوغ حیرت انگیز دارد این تصویر یوهان <applause> کپلر آلمانی است و آمد و برای اولین بار ثابت کرد که این اجرام منظومه شمسی نه در مدار دایره مانند که قادم گفته بودند بلکه در مدار بیزی شکلی حرکت کنند و در هر پلانتوری سیستم یعنی در هر سیستمی که خورشیدی باشد و اجرامی در اطرافش حرکت بکنند همواره این خورشید در یکی از دو مرکز بیزی خواهد بود و امروز هم در واقع سه قانونی که کپلر بر جا گذاشته برجاست یعنی سیستم هایی که کشف میکنن دقیقا در واقع برابری میکند گفته های این مرد بزرگ رو سه قانون دارد که یک روز در باب صحبت میکنیم که دو بارم به ششاره شده مفصل تر در باب این سه قانون کپلر صحبت میکنیم گالیله همزمان هست و اتفاقا در بسیاری موارد در با اظهار نظر نجومی حق با کپلر بود و گالیله اشتباه میکرد اما اهمیت گالیله بر این هست که در رشته های مختلف کار میکرد در واقع گالیله علم رو از دین و فلسفه جدا کرد چون فیلسوفان اینها در خود رو از کنم که و همه کارها داخل میکردن در باب آسمان در باب زمین در طبیعت اشیا همه چیز راجع همه چیز فیلسوفان حرف میزدن گالیله آمد و علم رو از دین و در واقع فلسفه جدا کرد و سیستم علمی جدید رو او بنیان گذاشت پدر گالیله مردی بود موزیسین در واقع لوت می نواخد. لوت هر سازی که با مزراب نواخته بشود رو به زبان انگلیسی لوت می گویا. بله لوت یعنی ساز مزرابی مثل اود تار و ستار اینا لوت هستن هر کشوری هم لوت خودش رو داره گالیله هم موسیقی مینواخت و خودش دوست داشت بره آخوند بشه پدرش گفت آقا آخوند شدن هم شد کار مرد حسابی تو بیا برو پزشک بشو آنون آخوندی خوردن غل قول معروف به قول پدری کسروی نا گفت نان شرک است گالیله رفت به مدرسه و شروع کرد به پزشکی اما بیشتر گرایشش به فیزیک بود و ریاضی گالیله ریاضیدان بزرگی بود فیزیکدان بزرگی بود در واقع اون چه نیوتون گفت در باب جاذبه بخشش مدیون کپلر بود بخشش مدیون گالیله بود بارها از کردم میگوید اگر من افاق های دورتری رو توانستم ببینم بر شانه دو قول استادم این دو قول کپلر است و گالیله یعنی در واقع محاسبات جسم متحرک بر روی بر روی سطح شیبدار و ارز کنم که موضوع جاذبه عرسو گفته بود هر اجرام سنگین زودتر سقوط میکنن اگر ما یه جسم سبکی رو با یه جسم خیلی سنگین رو کنیم اون جسم سنگین با سرعت چند برابر به زمین برخورد میکنه در حالی که اون جسم سبک طول میکشه مثلا ما یه پر مر رو بگیریم با یک گلوله سربی گروه سربی گالیله آمد و گفت چنین نیست و هر دو با هم سقوط میکنن هر دو با هم سقوط میکنن در واقع این تعریف جاذبه است ولی گالیله راجع به صحبت نکرد نیوتن مطلب رو گرفت جاذبه است چون یک نیروی ثابت بیشتر نیست بنابراین بر هر دو یک نیروی ثابت داره وارد میشه و این هر دو با هم سقوط میکنن اگر سر برج پیتزا ارز کنم یک فیلی رو بیاندازیم با یک پر در صورتی که شرایط ایدئال باشه به بینا میگوین تات اکسپریمنت یعنی آزمون هایی که در اندیشه هست شرایط ایدئال این هست که خلع باشد و استکاک هوا نباشد یک پر مرغ با یک فیل با هم به زمین میرسند با شتاب یک متر بر مجذور ثانیه این شتابشه گالیره این رو در واقع به اثبات رساند و پیش از او کسی این کار رو نکرده بود و در زمینه نجوم این مرد بزرگ بعد از اینکه این, این تلسکوپ رو ساخت آمد رفت بر همین برج پیتزا که از حالا داستان ها خیلی متنوع هست نگاه کرد و چهار تا از ماه های جوپیتر رو کشف کرد به مردم رو می آورد می گفت نگاه کنید می گفت می بینید یه چیز درخشان می بینید مقابل جوپیتر می گفتن بله بعد از مدتی ناپیدا می شد می گفتی می چه شد میگفت نه میگفت داری میچرخه الان رفت پشت جوپیتر و این اساس نجوم عرستو که میگفت همه جهان هستی بر گرد زمین میچرخد رو از میان برداشت این هر جا سیستم های مختلف هستن، اجرام هستن، این نیست که همه چیز دور کره زمین به چرخد و اینها و کتابی نوشت به نام بحث درباره دو سیستم جهانی که یکیش همون داستان کریشنا ها بود یکیش قضایه علمی بود در باب نجوم و وضعه گالیله رو دو بار به محاکمه کشیدن متولد 1564 هست گالیله حوالی 611 اگر اشتباه نکنم گالیله رو بردن و در اونجا محاکمه کردن که تو چیزهایی گفتی که در انجیل نیست گالیله از خودش دفاع کرد و گفت شما اشتباه میکنید من چیزی نگفتم و اینها و بار دوم هم ارز کنم که محاکمهش کردن و در اونجا گفتن که این مرد مشکوک به کفر و بایستی زندانی بشه کتابهاش هم سوزانده بودن اما نسخه برداری ها شده بود بله نسخه برداری ها شده بود از روی کتابهاش و کتابهاش برجامون کتاب دیگری نوشت به نام سخن در باب دو علم سخن در باب دو علم یکیش کینماتیکس بود و یکیش strength of material kinematics یعنی در واقع تحقیق در باب اجرام متحرک که بعد مکانیک نیوتن اینها را حل کرد اجرامی که دارن با هم حرکت میکنن ما چگونه به طور ریاضی میتوانیم شتاب اینها رو حساب کنیم و سرعت اینها رو حساب کنیم چون سرعت با شتاب با هم تفاوت دارد چگونه حساب کنیم یکی این بود یکی در باب استرینگ تا متریال یعنی مقاومت اجسام یکی از مشکلات قدیم کانتی لبر بیم بوده کانتی لبر اگر ما داریم فرض کنیم میخوایم یه ایوانی بسازیم طبقه دوم بالکنی و یک تیر آهن از اون دیوار یا بدنه اصلی ساختمان بیرون بیاد که ما بخوایم این تشکیلات ارز کنم که بالکن رو بسازیم وقتی این تیر آهن وارد ساختمان میشه نیروی که اینجا وارد میشه در نزدیک دیوار محاسبش خیلی مشکله و گالیله رو این داستان کار کرده که البته بعد از گالیله سترینگ تا ماتریال در باب این داستان ها صحبت میکنه که مقاومت ها چیست مقاومت آهن چقدره مثلا چوب چقدر و اینها این دو کتاب ارجمند و بزرگ هم هست و آقای آلبرت اینشتین خیلی از تمجید کرده و تعریف کرده از این دو کتاب گالیله و گالیله دوستان میخواهند اخباری برای شما پخش کنن خبر رو هم گوش میکنیم برمیگردیم سراغ حجت الاسلام والمسلمین، گالیله و گالیله که این بابا یک بار هم امامزاد داوود نرفت این ملعون بله تا چند دقیقه دیگر بله ارز کنم که در محاکمه دوم گالیله رو مثل همین کروبی و اون یکی دوستش در خانه زندانی کردن گارد گذاشتن و هفت سال پایانی عمر این دانشمند بزرگ در اسارت بود و اون کتاب دوم هم در روزگار اسارت در واقع نوشت او بر این بود که در جهان هستی به زبان ریاضی نوشته شده است که اشکالش به صورت هندسه است و دایره است و مربع است و غیره است و کسی بخواهد راز جهان هستی رو بداند بایستی به طبیعت بنگرد و زبان ریاضی بداند تا خلقت رو بشناسد بنابراین زبان خلقت نه عربی است نه عبری است نه از میکنم که زبان چینی و غیره و اینها در نامه‌ای که به کپلر نوشته است این رو متذکر شده از جمله خطاهایی که اون متذکر شده است یکی اون بود که برای اثبات اینکه که زمین حرکت می کند جزر و مد رو آورده بود که چون گفت زمین حرکت می کند بر اثر حرکت زمین این یک نیروی به آب وارد می کند که سطح آب با بالا می آید اینها و در استدلال مان در حالی که کپلر بزرگ که در واقع هم دورش بود گفت آقا این بر اثر جاذبه ماه هست که این بالا میکشه و اگر سخن شما درست بود بایستی یک جذر اومد بیشتر اتفاق نیافته در حالی که در 24 دو بار جذر اتفاق میافته و این نیروی جاذبه است چون حالا بعد نیوتون نیوتن آمد و استفاده کرد از این سخن کپلر و ثابت کرد که همه اجرام گیتی به هم نیرو وارد میکنند یعنی ما به زمین و زمین به ما میخوان به همدیگه نزدیک بشن و ما میخواهد بر به زمین بیفتد منتها سرعتی که داره باعث میشه که همواره در حال سقوط باشه و هرگز به زمین نرسه و جزرم در واقع بالا آمدن آب بر اثر کششی است که این نیرو وارد میکنه و فرمولش رو هم آقای آقای نیوتن نوشت که فورس اف فورس برابر است با جرم یک ضرب در جرم دو تقسیم بر فاصله به قوه دو به قوه دو که هرچه جرم بیشتر باشه البته جاذبهش بیشتر دو سه اشتباه داشت گالیله که در اون روزگار ارز کنم که نتوانست به اثبات برساند و دیگران به اثبات رساندند اما در واقع این که گالیله توانست با ساختن دوربین نظرات کوپرنیک و هم کپلر رو به اثبات برساند و توانست در واقع دستگاه علمی رو از موضوع دین و از موضوع فلسفه جدا بکند و بسیار کارهای دیگر تفکر علمی رو گسترش بده و دست خداوند رو کوتاه بکند از این داستان ها و توضیحات مرموز رو مردود بداند چون ما هر چیزی که نمیدانیم توضیح مرموز میده مثلا از،, از حضرت رسول صلی الله میپرسن آقا این خورشید کجا میره کجا میره شبا میره و تو چشمه لجن همه مصنون شبا میره تو چشمه لجن و بعد صبح میاد بیرون این توضیح توضیح مرموزه یا اینکه این شهاب ساقب چه چیزایی است اینایی که در آسمان و اینا فرموده است که اینا وقتی اینا شیطان میخواد به خدمت خداوند به دربار خدا برسه و جبرئیل سنگ و کلوخ پرتاب میکنه بله به سوی دیو مهن حافظ گفت ناوک شهاب انداز پیرو به همین همین داستان قرآن اینا توضیحات مرموزه هیچ اینا گفت آقا اینا ربطی به علم نداره اینا رو بذارید کنار این مطلبی است عاطفی دین داستان علمی نیست هرگاه این سخن گالیلی نیست سخن بنده است هرگاه این پیامبران مثلا خواستن یه حرف علمی بزنن از هزار فرسنگ از موضوع دور افتادن چون چیزی بلد نبودن یا بیابانی بودن یا چوپان بودن یا نمیدونم که خرچران بودند اینها خرچران های باهوش و چوپان های باهوش البته چطور چران بودن اینها علمی نمیدونستن که منصوب است به علی که فرمود که سلونی قبل انتفق دونیه از من بپرسید قبل که من راجعه چی بلد هستی آقا جان؟ تا علمی نداری؟ یا علی بابا نمازتو تو بخون مرد حسابی؟ این چه ادعایی بزرگیست میکنی یعنی در واقع این دین که در اروپا بود یعنی دین مسیح بشر رو دو هزار سال تقریبا عقب انداخت یعنی در واقع این ابداع اختراعاتی که امروز هست و این تلفن که دست همه از همه باش بازی میکنند دیگه ارتباط انسانی هم یواش یواش داره قطع میشه هر کس میبینی با این داستان بازی میکنه این جنب و و این داستان ها و همه اینا اینا باعث شده 2000 سال پیش کش شده بود این است که این دین جز یک سنگ بزرگی که به پای دبنده ببندیم فرض کنی که یکی دو صد متر میخواد شرکت بکند ما بیایم یه،, یه, توپ آهنی چل کیلوی ببندیم به این پاش یه سی کیلویی به اون پاش بگیم حالا بدو کجا بدو به آقا با این سنگهایی که به پاش بستیم وزنه که بستیم که نمیشه که این دین یه مزاهمه مزاهم علمه و مزاهم پیشرفته و مزاهم نشاته و مزاهم شادی این ادیان ابراهیمی رو ارز میکنن این از که باعث عقب افتادن بشر شد و در آمریکا حالا جالبه که در ایران ما مدرسه که میرفتیم آقا این داستان تکامل تدریس میشد هیچ آخوندی هم هیچ فتوایی نداد اینا اما در آمریکا تا همین دورای اخیر تعلیفات ارز میکنم که داروین و غیره که در زمینه تکامل بود گذاشتن کتاب های ممنوعه و هنوز هم این تعصبات هست هنوز هم آخون در اینجا هست بسیار که میگویند که داروین دروغگو بوده چیز نبوده اینا رو خداوند تبارک و تعالی کرده و اینا ولی کسی گوش به حرف اینا نمیده اینا از آزادی بیان استفاده میکنن باید هم جامعه همین طور باشه که هر کسی عقیدش رو بگه هر چه باطل اشکالی نداره حرف باطل و حرف بیمنطق سبب درخشان نمودن حقیقت می شود در مملکت ما شما به علی خامنه ایرانی بگیرید آقا شلاق و زندان و عرض کنم که سب رهبر و آقا شما کی هستی از کجا آمدی رئیس گروه اشغالگران و دزدان مملکت بابای گفته آقا یونس در دهان ماهی چگونه زندگی میکرد این چه حرفی است هیچ عقلی رو نمیپذیره اینو به عنوان میتولوژی و افسانه بسیار خوب در همه اقوام ملل قدیم هست بردن اعدام کردن بردن اعدام کرد در زمان آیزنهاور خب این رقابت بود بین روسا و اینا این آقای آیزنهاور برای اینکه بگوید که ما خدا شناسیم و روسا خدا نشناس یک دعای گذاشت در مدارس که صبح دعا بخونن ما خداشناسیم و اونا خدا نشناسن و اونا ملحدن از این حرف یک نفر آمد برد دادگاه یک کسی که بچهش رفته اون مدرسه میرم مدرسه یه شهرمند معمولی شکایت کرد که آقا من نمیخوام این بچم دعا بخونه این اصلا غیر قانونیه برد به دادگاه عالی آمریکا و برد و را گفتن راست میگه آقا یه چی, چی, چی چیزی بوده این داستان مجبور کردن مردم به دعا خوندن آقا این چه داستانی است حالا چماقدار که دارن و چوبدار و چاقو کش و ارز میکنم که بیشرف و یعنی هر چه لات و لوت بوده در روزگار قدیم و چاق و کش میدون شدن جز این رژیم بماند خود مردم رو تازن به امور نحی از مون کرد بله نحی از مون کرد و همه چیز مردم کار دن. در واقع ما یه مردم اسیری هستیم توی سرزمین به نام ایران که نه اختیاری از خود داریم نه ادعای مالکیت این سرزمین رو بکنیم نه توانیم سخنی بگوییم انوار ما رو میبرن جرأت سخن گفتن نداریم این دور قرون وسطا و داستان و اینا فوری اتهام پرونده سازی برای همه یک بار دیگه شما رو ببینیم در خیابان دیگه میری دادگاه انقلاب آقا این دادگاه انقلاب تا کی هست آقا انقلاب دادگاه های انقلاب زمانی است که سیستم های دادگستری یک مملکت سقوط کرده باشه هر و باشه بین پنج دقیقه ده دقیقه دو روز تا ده روز بگذاریم یک مطلب جالب راجع به آقای گالیله این که وقتی گالیله فوت شد یکی از شاگردان او پنهانی قلم تراش در دیب داشت انگشت گالیله رو برید و امروز انگشت گالیله هست اشاره دارد به آسمان می کند و در فرمال دا بله این انگشت شخص گالیله و گالیله است که غریب ارز کنم که 5600 سال هست که در واقع چارتر اندی که در اینجاست و میبینید که ناخونش چقدر رشد کرده چون ناخون بعد از مرگ رشد میکنه و این کار شگفت کرده دوربیناش هست به خاطرش. حالا خنده آورد چه چیزیست خنده آورد این است که در سال 1992 انتخابات بود این آقای پوپالا بعد از این همه کشفیات فضایی و این تلسکوپ ها و این عرض می که روشن شدن قضایی یا و شناخت اجرام سماوی و شناخت جنس خاکشون ها بعضی ها گازند بعضی ها نمی گاز کربونی کن بعضی اسیدن همه اینا رو شناسایی کردن و اینا تازه این پپ اعظم آمد و با اون کلاه و بوق و منتشا و تشکیلاتش و اون چماقش و اون زار زندگیش رهبر کاتولیک های جهان آمد و گفت ما هشتاد میلیون دلار بخش نجومی همین واتیکان خرج کرده و ما فهمیدیم که گالیله راست میگفت ما اشتباه میکردیم ما امروز آمدیم از گالیله معذرت خواهی کنیم حالا فکرشو بکنید شما از گالیله معذرت خواهی بکنید حالا هر چی دیگه علما کار کرده بودن خود ما بخش نجومی ما با صرف 80 میلیون دلار فهمیدیم که گالیره راست گفت برای خدا پدرت بیاموزه چه زمانی گفت زمانی که فضای انتخابات داغ بود همون روز رو انتخاب کرد که سرسده کم بشه و در از گالیله ازخواهی کرد بله و من فکر میکنم ایشون نه تن از گالیله میباستی از اون 6500 تا 7000 دانشمندی که اینا در چاه انداختن یا کشتن آخوندها معذرت خواهی میکرد از اون 500 هزار زنی که اینها سوزان در مقابل کلیسا از اونها معذرت خواهی میکرد از همه جنایاتی که کردن و از این که دو سال جهان رو عقب, عقب بردن و خیلی چیزا دارن که غز کنن از کردم یک روزی نویسندگان این کتب آسمانی رو باید قیابی محاکمه کرد و اینها رو محاکمه کرد کتاب ها رو گذاشت اونجا محاکمه کرد آقا با, با داستان و با چیزا مد... محاکمه کرد که آقا این چه است این همه جنایت و این همه تعصب و این همه لجاج و اناد اینها رو اینا دین باعث شده دیگه حالا آدم های دیندار خیلی 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 خیل انسان های بزرگ دیندارم بودن اما بر روی هم فایده به حال بشر نداشته هیچ گونه ترقی و به هیچ گونه تعالی هم راهبر نبوده است صحبت محمدتان گرامی در اینجا به پایان رسید از سپه عزیزم سپاس گذارم از شما بزرگواران که هست و نیست خود یعنی زمان خود عمر خود رو به مدت یک ساعت و نیم گذاشتید و به سخنان ما گوش دادید بسیار بسیار سپاسگزارم تا برنامه دیگر درود بر شما جاوید ایران زمین زنده بار آزادی